مردم آتریش برای انتخاب رئیس جمهوری به پای صندوق های رفتند بر اساس نظر نوربرت هوفر از حزب ملی گرای آزادی پیش داز است آقای هوفر توانست در دور اول انتخابات با کسب 35 درصد آرا نفر اول شود رقیب او الکساندر فاندر بر نامزد مستقل 72 سال است که مورد حمایت حزب سبز هاست اعتلاف مخالفان راستگرایان تلاش می‌کنند که با حمایت از او مانع پیروزی نوربرت هوفر شوند انتظار می رود که شمارش آرا بلافاصله پس از پایان رأیگیری صورت گیرد و نتیجه نهایی اصر روز یک شنبه اعلام شود در کشوری که مقام ریاست جمهوری در آن عمدتا مقامی تشریفاتی است این انتخابات تبدیل به رویدادی مهم شده چرا که ممکن است منجر شود که برای اولین بار یک فرد راستگرای افراطی به رهبری یک کشور اتحادیه اروپا برگزیده شود گزارشگر یورو نیوز می گوید انتخابات ریاست جمهوری اتریش به ندرت در سرخط رسانه های جهان قرار گرفته بود اما این بار کاملا اوضاع متفاوت است همه مردم اروپا به این انتخابات چشم دوختند که ببینند آیا نامزد حزب راستگرای افراطی آزادی می تواند به عنوان رهبر کشور انتخاب شود